سلام عزیزانم، به برنامه کودکان مقدمان این هفته بسیار خوش آمدید. امیدوارم که روزها و ساعتهای خوبی رو سپری کرده باشید و برای این برنامه هم آماده باشید. ضمن برنامه نکات قابل توجهی هست در رابطه با اینکه جای کودکان ما در مدرسه است و در واقع مجموعه ای از برنامه هایی رو که قبلا هم به اون اشاره کرده بودیم و قول داده بودم راجع به بازگشایی مدارس رو از همین هفته آغاز میکنیم. چیزی به بازگشایی مدارس باقی نمونده، تلاش های زیادی در این رابطه شده و طبعا صدها و موانع بسیار زیادی تا رسیدن به خواست های ما باقی مونده. اما اجازه بدید با هم راه های ارتباطی رو مرور کنیم، برگردیم به صحبتمون در رابطه با جای کودکان ما در مدرسه است. خب، راه‌های ارتباطی رو مثل همیشه مشاهده کردید. از طریق همین شماره تلفنی که در پایین صفحه هست میتونید واتساپ، وایبر، لاین، تلگرام، ایمو با ما در تماس باشید. ایمیل آدرس هم که خدمتتون هست. و همینطور خواستم همینجا تشکر کنم از شما که به فیسبوک نهاد کودکان مقدمان سر میزنید، پست های اون رو به اشتراک میگذارید و همینطور از توجهتون به کانال تلگرام کودکان مقدمت هم بسیار سپاسگزارم. یادتون باشه @kudakanm شناسه ما در تلگرام هست. اما یک کار دیگه، همین حالا لطفاً سراغ کانال تلگرام ما برید و این کانال رو به دوستانتون، به کانتاکت هایی که خودتون میشناسید و دارید معرفی کنید. همین حالا این کار رو بکنید، @kudakanm بدون هیچ فاصله ای به سراغ کانال تلگرام ما برید و میبینید که چه مجموعه بزرگی از خبر، کامنت و نکات مختلف، تصاویر و همینطور کلیپ های متفاوت و متعدد راجع به حقوق کودکان خواهید دید. @kudakanm. اما در رابطه با برنامه امروز، به زودی مدارس باز خواهد شد و آموزش و پرورش یک بار دیگه چند میلیون دانش آموز رو باید بپذیره و آموزش بده. ما بر سر همه این کلماتی که گفتیم، مثل آموزش، پذیرفتن، با جمهوری اسلامی و آموزش و پرورشش رو در رویم. یک نظام آموزشی کالایی و پولی مثل یک دیوار بلند مقابل خانواده ها سر کشیده و بالا رفته. دسترسی به یک آموزش رایگان برای مردم غیر ممکنه. باید آموزش رو خرید، پول پرداخت و میلیون ها نفری که از هستی ساقط شدن، زیر بار فقر، گرانی و بیکاری کمرشون خم شده، قادر به تأمین این هزینه های سنگین نیستند. نمیشه اینقدر برای از هزینه ناچیز خانواده برای تحصیل فرزندان هزینه مایه گذاشت و هزینه کرد. شدنی نیست، پولی موجود نیست و سبب میشه که هزاران هزار کودک روانه بازار بیرحم کار بشند. این موضوعیه که ما در چند برنامه بون خواهیم پرداخت. آموزش و پرورش رایگان یعنی چی؟ راجع به اون صحبت خواهیم کرد. چگونه میشه بهش دست یافت؟ این هم یکی از نکاتی است که راجع به اون صحبت خواهیم کرد. در این حال یک مرور کوتاهی داریم با یک کلیپ خیلی کوتاه، 30-40 ثانیه‌ای که میگه جای کودکان ما در مدرسه است و چند خواست رو مطرح میکنه و ما راجع به این خواست ها، راجع به نکاتی که داریم و وضعیت موجود صحبت خواهیم کرد.
خب مانند همیشه هر خانواده ای موقع نام نویسی فرزندش در مدرسه با یه هیولایی به نام شهریه روبرو میشه و تأمین هزینه مدرسه. فقط شهریه نیست، از لباس، کیف، کتاب، ایاب ذهاب، همه اینها مثل آوار خراب میشه رو سر خانواده ای که چند تا فرزند داره، قادر به تأمین مایحتاج قوت لایموتشون به قول خودمون نیست و حالا باید بچه رو گذاشت رفت مدرسه. شدنی نیست، امکان پذیر نیست که یک خانواده که در حاشیه نشینی گرفتار اومده، چند تا فرزند داره و شکمشون رو نمیتونه سیر کنه، حالا باید بذارتشون مدرسه. آموزش پرورشی هم نیست که سراغ کسی بره و بگه این بچه جاش تو مدرسه است، چرا تو بازار کاره، چرا از مدرسه محروم شده، کی محرومش کرده؟ خانواده که نمیره فرزند خودش رو محروم کنه، هیچ فردی خودش رو شخصی نمیره محروم کنه از نعمات زندگی، بلکه دستی از پشت هست که نمیگذاره اجتماع با حال خودش زندگی کنه، دستی پنهانی که میاد بیکاری، گرانی و فلاکت اقتصادی رو به سر مردم خراب میکنه. در نتیجه میلیون ها کودک که اولین صدمات فقر و فلاکت اجتماعی هست، از مدرسه دستشون کوتاه میشه. کجاست جای اینها؟ به سرعت به بازار بیرحم کار سپرده میشن، چون باید هم خودشون شکمشون رو سیر کنن، همین که خرج خانواده رو تامین کنن. در واقع کودکان کار و خیابان نان آوران خردسال خانواده، کارگران خردسالی که به هر کاری باید تندر بدن، از دپوی زباله و زباله گردی که به شدت زندگی، بهداشت و کودکی صدها هزار کودک رو تهدید میکنه، تا کار در بیغوله ها، دست فروشی در خیابون ها و و و. کلیپی دست به دست میگرده در میان مردم در مدیای اجتماعی. ما اون رو انتخاب کردیم که بگیم چرا اصلا این موضوع رو داریم و وقتی که میگیم جای کودکان ما در خیابان نیست، جای کودکان ما در مدرسه است، به چه نکته ای اشاره داریم؟ آرزوهای این کودکان چیه؟ چیزی که دلشون میخواد باشه ولی ممکن نیست و هرگز به اون دست پیدا نمیکنن. نمیشه با دست فروشی هم مدرسه رفت، هم خرج زندگی رو تامین کرد، هم دانشگاه رفت و مدارجی رو طی کرد. شدنی نیست، ولی آرزوها هستن و باید باشن و هیچ کس رو نباید آرزوش محروم کرد. این کلیپ کوتاه دردناکی هم هست، حتما شما قبل از من دیدید و به اون اذعان دارید. بگذارید این رو با هم نگاه کنیم، برگردیم سراغ خواستهایی که داریم و در واقع کمپین جای کودکان ما در مدرسه است رو با این کلیپ آغاز میکنیم. سالته؟ چه کار میکنی تو این خیابون؟ چه دسته دلان اینا؟ فال هم میفروشی؟ بعد با دوستاتی؟ از ساعت چند تا چند میای؟ از ساعت صبح بعد موقع میرم مدرسه. موقع مدرسه مدرسه هم میری؟ آه. کلاس چندومی؟ پنجم. پنجم؟ یعنی صبح میای اینجا شب میری؟ آموزشی میرم. آموزشی؟ و کی میای اینجا کار میکنی؟ صبح میام کار میکنم. نهار، شام، اینا رو چیکار میکنی؟ میرم خونه. آه، برای خانواده کار میکنی؟ آه. برای شخص خاص کار نمیکنی؟ نه؟ خانواده چی کار میکنن؟ بابا چی کار هست؟ من بابام خود کرده، مامان دارم با 6 تا داداشی آبچی. از همه شون کوچیکتری؟ یه داره بزرگم دارم داداش، داداش بزرگ دارم من کم کوچیک. بعد به خاطر وضع مالیتون کمک میکنی به خانواده؟ آره. بعد آرزو چیه؟ دوست داری چیکاره بشی؟ دوست دارم یه مهندس بشم. مهندس؟ آفرین. از شما در نکنم. شما چه آقا بسن؟ آیت. آرزی تو شما چیه؟ بسنی خلبان. خلبان؟ چند سالته؟ 10 سالته. 10 سالته؟
کی میفرستدت میاد اینجا؟ مامانم. برای چی؟ قرض رو نداریم یا کاری. بابا چه کار است؟ بابا رستوران کار. رستوران کار میکنه. خونتون کجاست؟ چهار دو؟ بله. مدرسه میری؟ بله. کلاس چندومی؟ میرم چهارم. یعنی صبح میای اینجا ساعت چند بعد میگردی؟ من صبح نمیام، ساعت 3 میام تا ساعت 10 دونی میشه. خب دونی میشه؟ چیکار میکنی بعد؟ شیشه پاک میکنی؟ بس. مردم خوب پول میدن؟ دوست داری؟ آرزو چیه؟ دوست داری از این کار دیگه در بیای خلبان بشی؟ بس. برای چی حالا خلبان؟ برم جوا بخوای دنیا رو ببینی. آره؟ ایوه کنار هم وایسی که از یک صدتون بگیرم. 3 2 شما سی و پنج شما چی؟ همون همونقدر؟ از ساعت چند تا چند؟ از ساعت صبح اگه بیان از ساعت 10 تا یک کار میکنم، یکم میره خونه نهار بخوریم، با ساعت 5 بیاییم تا ساعت 8 کار میکنم. بعد شد تنها میری شما خونه همیشه؟ نه اما دوست همیم. با دوستت میریش؟ بعد خطرناک نیست؟ نه. نمیترسی؟ نه. چند ساله دارید این کارو میکنی؟ یک سال میشه. یک سال؟ شما چی؟ من یه سال خورده. بعد نماز و قرآن اینا میکنید؟ آره میخوام نماز قرآن همه چی. خدا خدا چی میخوای؟ از خدا میخوام یه آرزوام برآورده شه، زندگی خوبی داشته باشم. شما چه از خدا چی میخوان؟ از خدا میخوان به خلبان بسن. خلبان؟ آره. من میخوان خرج برای مادر و تو خانواده خرج کنی از این وضعیت در بیان. آره. من هم خلبان قرآن بریم گیر نمیان سر کن. خداتون بشن. کاری ندارید بچه ها؟ خدافز. دستکون بدید. خدافز. دیگه روشنه موضوع چیه. این یک قطره از دریاست. شاید یکی از خوششانسترین کودکان کار و خیابون در این گفتگوی که شنیدید شرکت دارن. در این گفتگو خطرات جدی که جان و روان کودکان رو تهدید میکنه دیده نمیشه. در این گفتگو روابط دردناک که در خیابان بر این کودکان میگذره هم دیده نمیشه و تصویر در این حال گویاست. دو تا کودکن که با آرزوهایی و دلیلی که در خیابون هستند موضوع کار ماست. چرا این کودکان توی خیابونه؟ به چه دلیل؟ کودکی که میگه ما قرض داریم. کی فرستادت تو خیابون؟ میگه مادرم. به خاطر اینکه اون خانواده فلج شده و این کودک اگه قرار زنده بمونه باید بره تو خیابون کار کنه شیشه پاک کنه و یک بخش از ببخشید خرج زندگی رو تامین کنه. اولین پرسش اینه، بهزیستی، آموزش پرورش و شهرداری که 3 نهاد و مؤسسه اصلی برای وضعیت کار کودکان هستند و به قول خودشون متولیان این امر هستند کوشن. چه میکنن؟ اگر این کودک برای مدرسهش هیچ مخارجی نخواد بپردازه، عیاب زهابش مجانی باشه، شهریه نخواد بده، پول کیف و کتابم نخواد بده، مثل بسیاری از کشورهای دنیا، میگه کودک حق داره باید بره درسشو بخونه، چه ربطی با وضعیت اقتصادی خانوادش داره؟ آموزش پرورش رایگانه. این موجود نیست. نکته دیگه اینه که یه فقر بزرگی بر سر مردم اومده، بیکاری میلیونی ببخشید و بیکاری عظیم، بیکاری میلیونی و رکود اقتصادی عظیم. کودکان امکان تأمین اقتصادی ندارند، بنابراین به دست بازار کار سپرده میشن. بهزیستی در اینجا چه کار است؟ میگه ما کودکان رو جمع میکنیم، بعد میبریم برای ساماندهی،
بعد تحویل خانواده هاشون میدیم. خب خانواده هاشون هم همون وضعیت سابق رو دارن، چیزی تغییر نکرده. با دستگیری کودک که جرمی هم مرتکب نشده، خانواده فقط مخارجی رو با تأمین کنه که کارگر خردسالش رو از دست بهزیستی بگیره و دوباره برگردونه به مترو، خیابون و هر جای دیگه‌ای که قبلا بوده. تا اینجا موضوع مشاهده‌ای، چیزی که ما با چشم می‌بینیم و به تحلیل احتیاج نداره، روشنه. پشت سر اون نهادهای دفاع از حق کودکان هستن. چرا جمهوری اسلامی به این نهادها حمله میکنه؟ چرا فعالیت اجتماعی اونها رو امنیتی میکنه؟ چرا میره در این نهادها رو به بهانه‌های مختلف میره میبنده؟ به خاطر اینکه وجدان جامعه میره خودش رو متشکل میکنه به نام NGO، سمنها یا هر چیزی اسمش رو میذاریم و میخواد یه کاری بکنه و این کودکان رو نجات بده. چرا؟ چون حکومتی نیست که بخواد کودکان رو نجات بده. در غیر این صورت نهادهای مردمی یا سمنها ضرورت وجودی ندارن، لازم نیستن. وقتی آموزش پرورش رایگانه، چرا باید یه نهادی درست بشه که تلاش کنه آموزش پرورش رایگان بشه؟ وقتی که کودک تأمین اجتماعی نداره و زندگیش ربطی به اقتصاد خانوادش نداره مطلقاً، دولت میگه این شهروند جامعه است، باید بره مدرسه درس بخونه، زندگیش هم باید تأمین بشه، تموم شد و رفت. میفته به جون جمهوری اسلامی، میفته به جون فعالین دفاع از حق کودک. پشت این اما موضوع دیگری هست و اون همین خواستایی که الان شما اینجا دارید مشاهده میکنید. جمهوری اسلامی میخواد این خواستها نیاد به وسط جامعه، میخواد اینا مطرح نشه، چون تأمین اینها صرفاً به عهده دولت. هیچ نهاد مردمی، هیچ NGOی قادر به انجام اون چیزی که شما الان در اینجا میبینید کنار دست من ممکن نیست، اصلا نمیتونه انجام بده. براش تلاش میکنه که این رو بکنه، تبدیل کنه به خواسته اجتماع و جامعه بره بگه من اینا رو میخوام. نکته ای که چندین بار خود شما با ما در میون گذاشتید و گفتید که خب اینا که شدنی نیست، ما بگیم هم شدنی نیست. اصلا تا وقتی جمهوری اسلامی هست اینها شدنی نیست. خیلی اتفاقات الان در جامعه در حال انجام هست که به نظر نشدنی میمده. به ماجرای حجاب یه لحظه فکر کنید. جمهوری اسلامی چند ده نهاد رو اومد درگیر کرد برای حجاب، چند سال هم یا روسری یا توسری کرد، گشت آورد، آدم زد، جریمه کرد، اخراج کرد، هر کاری که از دستش میمد انجام داد. الان خدای همینا میاد چی میگن؟ خداشون میگن که حجاب رو نمیشه اجباری کرد، به خاطر اینکه جامعه پسش زد، جامعه قبول نکرد، شد. اعتراض و اعتصاب ممنوع است. ده ها فقره اعتراض و اعتصاب از بازنشستگان تا مال باختگان تا کارگران تا اقشار دیگه اجتماعی تا پرستاران و غیره، همه اینها در چیز شرکت میکنن، در اعتراضات اجتماعی شرکت میکنن که علل اساس قانونی هم نیست. یعنی قانونی که جمهوری اسلامی گذاشته بره ممانعت کنه و نذاره که فعالین اجتماعی در جامعه کاری انجام بدن، میره فضا رو امنیتی میکنه. توی این کشمکش ما باید یک خواست معینی داشته باشیم که بفهمیم چطور باید متحد بشیم. بدون این خواست ها اتحاد ما تقریبا غیر ممکنه. اولین اتحاد اما باید کجا صورت بگیره؟ یعنی ما مردم، ما اولیاء کودکانی که از مدرسه محروم شدن، ما میلیون ها نفری که در حاشیه شهرها هستیم، ما مردمی که فقر و فلاکت تحمیلی جمهوری اسلامی ما رو له و نابود داره میکنه، ما کجا چطوری باید متحد بشیم؟ یک راهش خود این NGO هاست. راه فوریش پیوستن به خود این NGO ها که در دست رسن.
امکان تماس با اونها ممکنه. باید رفت و داخل این NGO ها بود. من پدریم که فرزندم از مدرسه محرومه، نمیتونیم بفرستیمش مدرسه، وضع خرابه. چه کاری میتونیم برای ما بکنیم؟ مسلماً NGO نمیتونه شغل ایجاد کنه، NGO نمیتونه وضعیت اقتصادی رو تغییر بده، ولی NGO میتونه ما رو متحد کنه که بریم معترض بشیم، بریم اعتراض کنیم، خواسته هامونو بگیم و این خواسته ها رو تبدیل کنیم به قوانین جاری جامعه. و جمهوری اسلامی خودشون مکلف ببینه که جامعه چیزی رو میخواد که اون داره بر علیهش رفتار میکنه. جامعه مدرسه میخواد، اون لشکر فاطمیون و طیبیون و غیره داره درست میکنه، میفرسته سوریه. جامعه مدرسه میخواد، آموزش رایگان میخواد، یه وعده غذای گرم میخواد، ایشون داره میره تو هشت و شعبی و غیره، در جنگ یمن، در اختلاس های میلیاردی، در گردن کلفتر کردن آیت الله ها و آقازاده ها و غیره مشغول کاره. برادران قاچاقچی دارن ثروت جامعه رو بالا میکشن و خرج توپ و تفنگ و فشفشه میکنن. برای جامعه چند صد هزار موشک به معنی تهدیده، نه توانایی. میگه این موشک ها مدرسه میشه؟ نه. نون میشه؟ نه. آسفالت خیابون میشه؟ نه. پس چرا این کار داره انجام میده؟ میخوای از امنیت من دفاع کنی؟ خب الان اصلا آلردی امنیتی باقی نمونده. کدوم امنیت؟ این بچه هایی که شما دیدین و این جز بهترین و خوششانسترینشون هست، اینا امنیت داشتن؟ شما تو این کار امنیت میبینین؟ بازگشایی مدارس یه درجه ما رو میاد با هم متحد میکنه که بفهمیم خواستایی هست که حق طبیعی مسلم و در این حال فراموش نکنید غیر قابل گذشت ماست و اینو از ما گرفتن. باید مداومن مطرحش کرد، مداومن گفت. و نکته‌ای که الان بهش اشاره میکنم و در برنامه‌های دیگه بهش میپردازیم، متحد شدن و متشکل شدن خود NGO ها با همه. NGO ها هم اینو باید تو برنامهشون بذارن. برای بازگشایی مدارس 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا NGO در همه ایران چگونه دستمون رو تو دست هم بذاریم؟ چه کارهایی الان باید انجام بدیم؟ خب کمپین موفق از دریا تا دریا نشون داد که NGO ها میتونن چه ابتکار عظیمی به خرج بدن. و فقط این رکورد در گینس نبود که شکسته شد، این رکورد در متحد شدن هم بود و اتفاقا استقبال جامعه اینو نشون داد که این راهه، این داره راه نشون میده. خود NGO ها بر سر بازگشایی مدارس باید دستشون رو تو دست هم بذارن با هر اسمی. مدارس امن میخواییم، جای کودکان ما در مدرسه است و ده ها خواست دیگه ای که همینجا قبلا به اونها اشاره شد. اینا نکاتیه که ما طی چند برنامه مفصل راجع به اون صحبت خواهیم کرد. یادتون نره از طریق همین شماره تلفن میتونید با ما همین حالا در تماس باشید، صحبت کنیم با هم، تجربیاتتون رو به ما بگید، ببینیم ما با چه موانعی روبرو هستیم، راجع به شهریه وضعیت خانواده و خود شما چطوری هست، با مدارس هیئت امنایی و ده نوع مدرسه دیگه چگونه روبرو هستید. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرات خودتون مطلع کنید. یک بار دیگه کلیپ کوتاه جای کودکان ما در مدرسه است رو با هم میبینیم و برمیگردیم به برنامه بعدی که هم دیگر رو ملاقات خواهیم کرد.